دو روز اومدی اینجا همه چی رو به هم ریختین، شهر رو به هم ریختین. ببخشید یه دقیقه با دقت اگه به چهره یه پدر من نگاه کنید ببینید ایشون اهل به هم ریختن نیستن، اصلا بهشون میخوره چیزی رو به هم بریزن. اینا چیه؟ پوشه. اینا پرونده های شماست. روز اول که اومدین یه نفر رو زدین لط و پار کردین. نه اشتباه شد، اکبر زدین. بله تازه آقا جونم با هوش و درایت خودش رضایت رو اخذ و کسب نمود داخل بماند که چقدر دادیم. 500,000. من اصلا نمیفهمم یکی که ماشینش رو میدزدن چرا خودش باید بره این بر اون بر. نیروی انتظامی پس اینجا چیکار است؟ این مورد فرق میکنه قربونت برم جناب سرنگ، این ماشین امانتی بوده، ما باید دنبالش میگشتیم. به خاطر اینکه مهمون این شهر بودیم ماشینتون هم دزدیدم، این دفعه از بابایتون میگذرم. بس شما الان هم دستور میدم از نیرو یه ماشین به شما بدم بعدتون گردیم. نه نه جان سرنگ جون بچه این کارو نکن، ما برگردیم تهران بدبخت میشیم. من جواب برادر زدم الو سلام برادر جان سلام آقا دیگه یه ماشین داره شما تو پورت برادر من گردم من آره شو کار بکنی کجا بریم سیستم سلام تهران. آجون مثل که الان تصمیم تو نگرفتی یا شیش دو اینگه تصمیم تو نگرفتی بگی دیگه دو دل نباشه خود چی بگم بابا آخی با چه چی بگم آخه ای آخو چکی بزن سی بی بوی کنم تموم شد. خیلی خوب خیلی خوب زیر برد نه سوزو دارست این بزن آمار بگیرم بپر برو آمار رو بگیرم. کیا با جون شما روشن گفتن نونامبره؟ نونامبر یعنی چی؟ یعنی از بالاست. از کدوم بالا؟ نه این بالا نه یعنی اطلاع تمنیه. آقا جون حالا جواب بدین شاید اشتباه گرفته باشه. باشه خیلی خب حولا نکن دیگه. الو الو سلام علیکم. سلام آقا گری سرهنگ خلیلی هستم از تبوت جناب سرهنگ شمایی خب بند دلمون رو پاره کرد جناب سرهنگ خیلی مخلصیم. حال شما خوبه؟ بچه ها زحمت کشیدن ما رو آوردن رسوندن الان هم دارن بر میگردن سواد خوش دست شما درد نکنه. آقا منوچهر رو دیدی؟ آقا منوچهر الان در خونه شدیم هر چی زنگ زنی باز نمی کنن ولی الان بهش تلفن می کنم. لازم نیست بیایی ماشینتون پیدا شده. آقا شوخی نکن جدی بس خرابیه. آقا کریم بگی من با شما شوخی دارم. ببخشید این پسر تو پله خنگ من هست خودش رو دوست میکنه اون بود من از طرف ایشون از شما معذرت میخوام. ببخشید جناب سرهنگ عوض میخوام این ماشین ما حالا خود خودشه نه اونجا بگیم پلاکش اینجوریه اله بله بلاخره ما رو زحمت نه دیست رو خود مداره که ماشین و مداره که شما و تمام وسایلتون داخل ماشینه فقط سریع برگردی سبا خب الهی شد الهی شد. واقعی جان سنگ به موقع زنگ زده یه ذره دیر تر زنگ زده بود درست هم به آقا منوچهر گفته بودیم دیگه خیلی ضایع میشده. آره به خدا من که اصلا فکر میکنم قسمت این بوده که ما ماشینمون گم بشه با شکوفه جون آقا کامبیز شما و مادر جون آشنا بشیم. بله من میگم هر چیزیش که بد بود این قسمتش خیلی عالی بود مخصوصا اینی که ما دیگه با چی؟ مخصوصا اینی که چی؟ با چی؟ با داداشی مثل شما آشنا شدیم با بهروز جان آشنا شدیم با آقا کریم که جا پدران و اینا این گاز و فشار بده تا زودتر بریم ماشین امنتی رو تحویل بگیم. باش چش چش تو این دو سه روز از استراز نصف ما هم سپید شد آجون چیه؟ خب شده دیگه میگم خیلی سفید شد من شما رو ببینم دور از جیله بیاد آقا جون خدا بیامرز بیا پایین بیا پایین بیا پایین سیر چی کار میکنی؟ بیا دیگه بوده بابا منتظرم
آدی شیرینی شکلات هیچی نخریدیش یه بودا بیا میخرید آقا ماشینمون پیدا شد آقا مبارکه مبارکه چمدونامون همه سر جاشه مدارک هم اینجاست نبردن ای وای گاز و ترمز و فرمون و کلاج و دنده رو همه رو بردن مادر بهزاد تو خجالت نمیشی الان چه وقت شوخی با اکبر آقا ما این هم زر آقا دست شما درد نکنه نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر کنم یه بار سنگین از رو دوش من خون واقعا خواهش میکنم شما به بعد از این بیشتر مراقب باشین که نه خودتون نه ما به زحمت بیفتید یه عرض کوچیکی با آقا کریم داشتم شما باشه دیگه پس اکبر آقا اگه اجازه بدین ما رفع زحمت کنیم دیگه عمران اگه بذار این موقع شب برین حرفش نمیزنی اکبر آقا مامان هر چی میگه ما باید بیم چشم نه دیگه آقا کریم هم گفت که دیگه بیشتر از این مزاحم نشیم دیگه یه چند روز دیگه از مرخصی بچه ها مونده میخوایم بریم پابوس آقا ایوا مگر از روی جنازه من رد چی؟ بله من چیان آبرو دارم مردم چی میگن؟ بله چی میگن؟ مردم میگن این بچه نواسه یه پسر خاله های اسفندیاری ارزه نده چهار تا بمونو درست نگهداری کنه بله جان ببخشید زیبر خانه این موقع شب بخواه بزنیم به دل دریا که چی میشه؟ نه آقا نمیزنیم به دل دریا میزنیم به قلوه جاده خب مرد اصابی حالا ما یه چیز اشتباهی گفتیم خب من بد میگم ولی آقا جون هم شبا چشش کور میشه دیگه شب کوری داره میخوای بریم استراحت کنیم زیبر خانم یه چیزی من خدمتتون عرض کنم ببخشید اولا زیبر خانم بعد ببینید تکلیف آقا کریم چی میشه بعدش هم داش پیرفن اینجوری کرد خب اینجوری که میکنه یعنی من احساس میکنم که دوست داره بمونه درسته یا نه یا همچه حالتی آره نه خب الان که آقا کریم این مامان داره تصمیم میگیره ولی ما یه تصمیم بگی اگه قراره بریم که این بنده خدا هم برن خب. اگه قراره بمونیم که دیگه باشن و بالاخره اینجا بالا سر ما بفرمایی بابا بفرم اما اول آقا کریم 30 کیلو کاکائو بخیر 30 کیلو کوکائین کوکائین این 30 کیلو تو ماشین ما که نه یعنی ماشین آقا منوچه پیدا شده؟ بله تو ماشین آقا منوچه که شما ازش امانت گرفته بودی بله خدا بخشین آجا سارتا این کوکائین چی هست چی کار میکنه؟ کوکائین نه کاکائون یکی از انواع خطرناک مواد مخدره مواد مخدر یا امام رضا مواد مخدر چرا پس آقا کریمو نمیارن؟ میگم یه ساعتی از آقا کریم اون توه نه؟ آقا یعنی چی من آقا کریمو میگن؟ آقا چرا اینقدر با هیجان زندگی میکنی؟ تو آروم سوال کن ما هم همه داریم به این فکر میکنیم که چی دارن به آقا کریم میگن؟ آقا یعنی چی دارن به آقا کریم میگن به نظر شما؟ اصلا بسیم من برم ببینم اون تو چه خواهد؟ بابا نشون نگی بشین آقا جان خودش به تمیشتو بسیم اون تعریف میکنه دیگه بله مادر جان تازه اگه به منگه مجبوره به شما بگه بسیم میخوام برم یا آقا بیا برو عادی بگی بشین برو اینجا همه جاش دوربین داره جناب سرهنگ الان داره تو اتاق شما رو نگاه میکنه لعنت به این دوربین لعنت به این دوربین ها الان همه جا دوربین هست یارو تو توالت شم دوربین میذاره اینجا دوربین اونجا توالت دوربین دست به نصر کار گذاشته آقا کو دوربین کجا دوربین آقا همه جا دوربین داره من میدونم اینجا قطعا دوربین داره بنده با این دست تو این دست تو نمون دست تو دوربین رو نشون نده جفت دست تو بابا پریسا خانم شما چرا جب گیر میشی؟ نه بابا اصلا دوربین نیست آره فکر کنم دوربین اونجا باشه دوربین داره این آدم اندازه نخود این نخوده؟ بابا را خیارشور دوربین آقا کریم یه ذره به خودت مسلط باش آروم باش آب میخوای بیاریم برات؟ نه نه راحت ما میدونیم کار شما نیست یعنی این کوکائین الان تو ماشین ماست؟ کوکائین آقا کریم
کوکائین. خیلی خوب جناب سرنگ، چرا گیر میدی؟ من تو حالا تو عمرم هروئین، تریاک، شیشه، کراک، همه اینا رو دیدم، اون یکی ندیدم. این ماده مخدر خیلی گرونه که هر کسی نمیتونه بخره. ها کریم، پس من چجوری خریده باشی تو ماشین میشه؟ این برادر خانم شما آقا کریم منوچهر خان، بله، یه بونگای ساده است، ما میدونیم کار اونم نیست. نشناختی جناب، نشناختی آقا منوچهر رو، بذار بهنم بسته شه. ولی من این ماشین از ایشون امانت گرفتم. آقا کریم جون، آقا کریم میدونی قیمت 30 کیلو کوکائین چقدره؟ جون سرهنگ مزنه بازارش دستم نیست. 12 میلیارد تومان. 12 میلیارد تومان. بله 12 میلیارد تومان. کوکائین یه مواد مخدر خیلی گرونه. 12 میلیارد تومان. پس خیریه که نه 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 نه، این کار آقا منوچهر نیست. این رقم ها به گروه خونی آقا منوچهر نمیخوره. بله ما میدونیم کارمون نیست، ما میدونیم. بله حالا پس کار کی بوده این وقت شب؟ جون میخوام همینو بفهمیم دیگه. میخوام بفهمیم کار چه کساییه. آها جناب سرنگ، بعدم بگین سفر بی سفر، ماشین بی ماشین، ما رو هم بفرستید درو. نه اتفاقا ما میخوایم بگیم به شما، شما سوار ماشینتون بشین با خانواده سفر رو ادامه بدین. آه این کوکائینا چی میشه؟ قاچاقچیا یه ردیاب به ماشین شما وصل کردن. عجب. اونا میفهمن هر جا که شما برید، هر کاری که بخواید بکنید، خواه. هر طرفی که برید، وقتی به مقصد که رسیدین میان از تو ماشین کوکائینا رو برمیدارن. آه متوجه شدی؟ پس کار کار همون دزدا که ماشین ما رو دزدیدن، کوکائینا رو کردن تو ماشین ما، درسته؟ همه چی معلوم نیست؟ نه دیگه مشخصه، کار من که نیست، خودتون میگی کار من چرا هم که نیست. پس کار چیه؟ کار دزداست جناب سرهنگ. شما کجا فهمیدی؟ چه اختیار داری؟ خیلی مورد دست کم گرفتی جناب سرهنگ. نخوردی نون گندم که دیدین دست مردم قربونت برم. آقا یاری جون، آقا کریم من میتونم یه خواهش ازت بکنم؟ بفهم، من در خدمتم. این مسئله بین ما و شما میمونه، هیچ کس نمیفهمه. خب فقط بین ما و شماست. نه نه یکی دیگه من نیستم. ای بابا من تو این 30 سالی که با خانومم ازدواج کردم هیچ چیزی رو ازش پنهون نکردم. الانم نمیتونم، از من نخواهیم که خیلی کار سختیه. آقا کریم جون، آقا کریم این مسئله امنیتیه، میفهمی؟ آقا به من مربوط نیست. من اگر ازم پرسیدن چی گفتی چی شنیدی مجبورم بگم. نه شما خودت جای من میگی یا نمیگی؟ شاید نپرسیدن. حرفایی میزنی جناب. من پامو از اینجا بذارم بیرون، خانمم زیور خانم جیک و پوک اینجا از زیر زبون من میکشه بیرون، مطمئن باشی. خوب خوب باش. باش باش از شما سوال میکنم. شما بهشون بگید که یه سوالاتی درباره ماشین پرسیدن. سوالات تخصصی کردن. آها پس اگه گفتن این سوال تخصصی در مورد چی بوده؟ بگو تخصصی بوده آقا کریم، تخصصی بوده. خب میدونم جانم سرنداد نزن، من چیز پند شدم، ولی اگه گفتن این سوال تخصصی در مورد چه تخصصی بوده من چی باید؟ آقا کریم جان، جان آقا کریم سوال تخصصی اسمش روشه. سوال تخصصی یعنی این که اصلا کسی رو سوار کردی؟ کسی رو سوار کردی نکنی همچین چیزایی؟ فهمیدم ولی من نمیتونم دروغ بگم. من وقتی همه اینا که شما میگین درست، ولی من وقتی یکی پسم جون بچه‌مو بخوره و تو چشام نگاه کنه نمیتونم دروغ بگم. اصلا شما نمیدونید بعدم من این خانومم یه جوریه که وقتی میاد جلو میگه تو چشم نگاه بکن راستشو بگو، من اصلا نمیتونم تو بگم، خندم میگیره. خیلی عجیبه، خندم میگیره، همه راستشو میگم. خیلی خوب آقا کریم، راست خودم باشه. آخه باشه اجازه بدیم ما خودمون به زیور خانم میگیم. این اصلا دوربین نباشه. مسئول مسئولیت شما رو گردن نمیگیرم، یعنی اگه به زیور خانم این مسئله رو بگیم اینی که به تمام دنیا گفت. نه از من اینو کیه؟
اینو دارن چیکار میکنن تو کمانداری؟ خانم بچه میخواستم اینها دارن چیکار میکنن؟ سر بزرگم چی میکنن؟ دور میتونه این کاری بکنه؟ خیلی میجوا میکنه خانم شما همینه؟ برنا میدونم چیکار کنه؟ شما داری چی کار میکنی؟ کلان تری رو به هم ریختی؟ چی رو ببخشم؟ شما زیبت خانومی؟ بله یه کارتون با آقا کریم تموم شد بله تموم شد شما بفرمید بله چشم کجا؟ شما گفتیم بفرمایی ما خانه برو اونجا بشین بشین اونجا بشین ساکت و مرتب برو بشین خانوم بفرما اونجا بشین بفرما بشین بزرگتر اینجا برو اونجا بشین بفرمایید. بفرمایید. چرا همتون اومدین تو این ماشین؟ خب مادر شما دوتا میرفتین تو ماشین اکبر آقا دیگه. مادر گفتیم ما اینجا باشیم اونا نباشن راحت باشین قشنگ بگین سرهنگ بهتون چی گفته. وا بابا چه اصراری میکنی؟ سرهنگ که چیزی نگفت پسرم. تو سوال فنی بود. حل شد رفت دیگه مادر تو بگی نباش. خب بگی اون سوالا چی بود؟ پریسا مادر خجالت بکش تو چند روز دیگه میخوای بری خونه بخت این رفتارا چیه؟ وا مامان چه ربطی داشت؟ اون جون من سرنگ چی گفت؟ جان من زدم دیگه میدونم عزیزم براتون قسم نده جون من مادر میگم قسم نده چیزی نگفت مادر مادر مگه ما خانواده نیستیم مگه تو غم و غصه با هم شریک نیستیم مگه همدرد نیستیم مگه در به در دنبال ماشین نگشتیم با هم دیگه کلا ما تو شادی با هم شریک باشیم دیگه میگه برم بخشم بابا یه مورد کوچولی بود الحمدلله رفت شد رفت آقا سرهنگی منو کشید کنار گفتش که ببین اینا فامیلای تو هم گفتم بله بله چون فامیلای من بودن گفتم درستش بکنم اینا اسمس داد اینا بفرما خاندیس چرا علکی حرف میزنی؟ هیچ که داری شهر نمیشناسه آقا جام سرهنگی منو شناخت کجا شناخت گفت من گفتم من بچه نواسی بزن خاله آقای اسفندیاری هستم آه 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 کدوم اسمت داری؟ یعنی الان ماشین رو تو باعث رو پیدا بله بله بچم الان دیگه دوره همیم شادی کنیم از منظره بگیریم بخوابیم دیگه الان انشالله میرسیم خواهج ما چجوری شادی کنیم؟ شما از وقتی که از اونجا اومدیم بیرون کلن اخلاق و رفتارتون تغییر کرده بله بابا خانم دکتر یه چیزی میگی من چیم تغییر کرده؟ قیافم تغییر کرده راه رفتنم تغییر کرده رانندگیم تغییر کرده چیم تغییر کرده نه آقا جون چشاتون یه هیجان خاصی توشه انگار چیزو دارین اما قایم میکشه چشای نگاه کن آقا جون چش راست تو از چپ نگاه کن تو آینه آقا جون ببین یه جوریه نه اونجوری نمیشه آقا یه دقیقه برگرد نگاه کن این چشای آقا دستتو بکش نزید رو به کشتن اون بدی اگه بلای سرمون میمد به ازاد من تو رو میکشتم من چه آقا جون بسه حرف میزدم من راجع به چشایی شما چیزی گفتم من که ساکت نشستم این نره میگه مادر آروم باشین تو رو تو نبودی؟ نه آقا جون شما هست به من نگید سرش بزن تو سرش بزن آقا بزنیم حواست جلو باشه تو رو خدا یه جوری انان خانواده رو از هم میپاچیم خب بالاخره باید بگید دیگه ما همه یه نفریم چی رو بگم آخه چی رو بگم ساکت باشین آقا ببین به کشتن اون میشکنه دو چوب سخت میشکنه سه چوب وقتی ما یه خانواده ایم هر نفر جمع باشیم تو نمیتونه ما رو چه خوبه؟
ماشین بیاد. فرما فرما خدا رو شکر که ماشینتون پیدا شد. واقعا خدا رو شکر که پیدا شد. یعنی اگه آقا کامبی زبود پیدا نمیشد که این آشناش اینقدر زحمت کشیدن این ماشین رو از آقا کامبی داریم. خدا مادر آقا کامبی رو بیام. خواهش میکنم ما دیگه کاری نکردیم. دارم آشنایان به همین موقع به درد میخورن دیگه. عزیزم به تیکه انداختن نفهمیدی؟ نه متوجه نشدم. بری باید بده من این درم بابا بگیم شو بری هوا کریم که من میرم بیرون در رو باز میذارم اشاره میکنم بیا شما بیا نسته پاش بریم پاش بریم پاش بریم یعنی چی؟ آقا جون ما سرتون داشتی رو بالش سه ساعت خوابت میبرد بالاخره من شما رو میشناسم دیگه الان سه ساعته داری این پهلو میشی نمیخوابی تا گفتم آقا جون گفتی بله منو بیدار کردین از این حرفای چرت و پرت تحویلم بدی؟ آقا جون به من بگو سرهنگ بهت چی گفت خودتو سبک کن او ما خودمون این کاره این میدونیم سرهنگ یه چیزی گفته دیگه بگو به من آقا جون میگم آقا جون راست میگه بهزاد بگو دیگه تو نصف شب اینجا چیکار میکنی؟ آقا جون منو ول کن بگو راحت چی بگو رها چی بگو سرنگ چی رو چشم رو من بگو سرنگ چی ترسیدم شما اینجا چی کار میکنی؟ والا از این دوتا دبنگ بپرس چشم نصف شبی بیدار شدن رسمن دارن هزیون میگن هزیون چیه؟ مادر من الان کی اینجاست؟ خودمونیم میگه شما 30 سال با آقا جون زندگی میکنی یا نه؟ خب تو این 30 سال دیدی آقا جون سرش رو بذاره رو متکا خوابش نبره؟ نه مادرتون عادت منو میشناسه من جام عوض شه دیگه خواب به چشمام نمیاد نمیاد چه حرفیه میزنی آقا جون ما دیگه شما رو میشناسیم که مادر من ماشین دایی رو دزدیده بودن با اون شرایطش آقا جون سرشو میذاشت رو متکا میخوابید الان حتما یه چیزی شده دیگه به ما بگین ما بچه هاتونیم الان مامانم 3 ساعت همینطوره هی میشینه پا میشه میخوابه میشینه پا میشه میخوابه وا خب خوابمون نمیبره منم همینطور از اون خونه اومدیم بیرون جامون عوض شده خوابمون نمیبره آه اینا هر چی بگی بازم حرف خودشون میزن من گرفتم به خوابم آقا جون بگو دیگه بچه هم اینقدر فضول مادر هی میگین جناب سرنگ چی گفت بگیم بگیریم بخوابین دیگه ای ماما چته؟ 2 دقیقه دیر می اومدی اینجوری نمیشد. خب بابا وایسا من خودم دارم با آقا جون حرف زنم. داشتم از زیر زبونش میکشیدم دیگه. حتی داشتم میگفتم میخوام ازدواج کنم که با من راحت باشه. به من بگه چی بود. اومدی همه چی رو خراب کردی. بله. الان چرا من نگاه میکنی؟ الان یعنی همه چی گردن منه؟ مگه من کف دستمو بو کرده بودم که شما فضول اومدین اینجا. الان خودم میرم زیر زبون مامانو میکشم شما که عرضه ندارین. بی تربیت دارم باید حرف میزنم ها کوچکتر بزرگتر حالیت نیست باشه خودت رو نگا کن. 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 باشه خودت رو نگا کن.
چه کفشش پاشی سوالا چی اصلا تو ما سوار ماشین شدیم این بومی اومد میگم فیلتر هوای کوله رو عوض نکردی داره بوم میده عزیزم دیروز بردم ماشین رو تعمیرگاه و سرویس همه چیز عوض کردم اکبر جان شاید بوات بیرونه تو کجا میدونی بوم مال اینجاست میگم شاید چیزی خوردی انداختی کف ماشین مونده بوم میده نمیفهمی وقتی ماشین رو میبرم سرویس یعنی میدم کارواش ماشین تمیز کردم از خودته بو از خودته بابا کامیز اکبر بس کنین دیگه الان آقا کریم داره میره جاش میذاریم ها خیلی خوب باشه یه جا رفتیم آب بود دست پاتونو میشوریم دیگه بالا نه تون نرو یواش کامیز جوراب پاکت یواش کنم من قلبم میگیره بابا جوراب پاکت بفرما نگین چی گفته نگین شما خدمتر گلم تو چرا نگین تو چرا اینقدر بدبیله ای من چی باید به تو بگم هیچی آقا جون هیچی نگو اصلا هیچی نمیخواد بگی دستتو نکنم آره ولش کن بهزاد جان ما حتما برای اینا بچه های خوبی نبودیم نمیتونن به ما اعتماد کنن به ماها بگن که چی شده جریان چاریس آره دیگه به گذشته که فکر میکنم میبینم حتما ما بچه خلافی نبودیم دیگه اگه بودیم حتما بهمون میگفتن دیگه حتما نبودیم اصلا مثال داریم میگن سر نو با بدان بهشته است خاندان نبوتش بد شد مادر این چه حرفیه میزنی اتفاقا شما خیلی هم بچه های خوبی هستین و خواهیم بود منم بهتون افتخار میکنم نه مادر جه چرا تعرف میکنی با آدم و پرزنده اسرانی نبود ایمان نه ما پرزنده خوبی نبودیم مادر ما یه مردان سالهی بودی این اتیده تو خانواده بودی ببین چی کارش کردیم بچه دیگه نمیخواد به ما برگاه راست میگه راست میگه من خودم فکر میکردم به عنوان دختر شما آتن و مونس و همراز شما ببینه ممکنه با این حرفا مامان رو فام کنیم اما عمرم با این ادا بازی و گریه و زاری و فیلم بازی کردن تو محال زیر زبون منو بکشید چی تو ماشین کوکائینه چی تو ماشین چی هستونه کریم گفتی تو ماشین کوکائینه من گفتم تو ماشین کوکائینه کوکائین زیرا خودت گفتی من چی گفتم خودت گفتی الان زیبا مگه جناب سرنگ نگفت در مورد این قضیه با هیچ کسی نباید صحبت کنیم آقا جون چرا گفتی؟ من که نگفتم خودت یعنی تو ماشین ما کوکائین داریم تو ماشین اسمش نیار دو چهار درد سر میشه بچه آقا جون بذار اسمشو بیاره خب اسمش اینه دیگه چیکار کنی الان داریم تو جاده با سرعت 100 تا میریم کسی نمیشنوه که بذار بگه خودشو تخلیه کنه چی تو ماشینه کوکائین الان کنار داد بزنید آقا جون حالا که ما فهمیدیم تو ماشین کوکائینه خب بگین جریان چیه ما بدونیم دیگه کوکائین رو که آورده خیلی خوب ببینید من به شما میگم که قضیه چیه
ولی قول میدین به هیچ کسی نگی؟ آره مادر بله. هیچی نباید چون اگه بگی خانوادگی بدبخت میشین ها زندگی رو خراب قول بدین قول بدین قول میدین فقط بگو اصل جریان چیه به شما چی گفتن ما قول میدیم که اصلا هیچ حرفی اصلا هیچ ریشکنی به خودمون نشون ندیم آفرین باش میگم خب حالا کریم یه دو یه گوشه رودخونه دم یه جنگلی بذار که نابا مردیم از گشنگی ناهاری بخوریم باشه همونجا که پیاده شدیم براتون میگم بابا آقا جما دیگه تو دلمون نیست بگین دیگه میدیم مادر میگم دیگه دیگه انقدر اصرار نکنید کیکو تو اینجا چی کار میکنی؟ آخو جون اومدم ببینم 30 کیلو کوکائین داری فشو ببین آقا جون آخو بس واکو خفه میشه ببین اگه دفعه دیگه اسم زهر رو بیاری چنان میزنم که با برف سال دیگه بیاد بله فهمیدی خفه میشه آخو بشور آخو کدوم احمد آقا جون آقا جون آقا جون آقا جون آقا جون من دست شما خفه میشدم بلا وقت دقیقا آقا جون حساب نداری نا مامشیم نه بیا آقا یعنی چی بایستدی خوب بیا بریم دیگه سر تو هی گفتم به اینا نکن ببین اومدن دور ماشین دارن دنبال کاکاون میگردن چی کاکا چی میگردن بابا همون کوفتی زهرماری دیگه کوفتی زهرماری چیه درست بگو منم بفهمم همونی که سرهنگو به هیچ کس نگو تو به همه گفت کوفتی زهرماری نیست که اون کوکائین بود بوده که خب باشه چی تو حالا میفهمم میگم ولی ببین ماشین پایین به نظر تو این ماشین تو تو چه برو پایین آقا جان جوجا چی شد اومدم اومدم جای تو ماشینه آقا آقا خیلی خوب بودو کامی نخوری زمین جایی داری من سیخشون کردم یه کافیقشون کنین آتیشم آمده چی شد اکبر آقا بیا کم من میگه بدین من یه بار دیگه اونگاه رو بشورم شاکر آقا کریم بابا خدا آقا اون جوجه رو بیارو سیخش کنم آقا بده جوجه رو بیار بده من سیخ میکنم میگم شکوفه جوجه بهتر نیست بدین من این گوجه خیارا رو بشورم بفرمی ولی من ضد عفونیشون کردم و قشنگ شستم خودتون این کارو کردی؟ بله باشه اگه خودتون نیه بشکل نداریم میگم زیبر جون میشه یه لیوان آب بده من قرصامو بخورم مادر یه لیوان بده من یه آب به مادر بدم بیا دست دارت میگم مادر جون از اون کلمن بلند شو میخوام یه لیوان آب بدم به مادر جون مادر کلمنو باید آب بریزیم توش که توش آب برداریم دیگه نمیشه که چاکه نیست همینجوری بزنیم توش بکشیم بیرون آب نریختیم تو کلمن نه دیگه تو راه میریخت آب بیریختیم دیگه بابا اکبر آقا اینا خراب شده نه بابا جوجه همینه بو میگیره دیگه یه ذره خیلی بو میده اکبر آقا اینا جوجه ها کپه آب بیا اینا چیه جوجه ها مکو بایستادم علی سلام رئیس جان بالاخره حرکت کردن الان کجان؟ طبق نقشه مسیر مشهد رو دارن میرن بگو که یه چند دقیقه بایستادم تو کنم ماها رو چیدی بخواب شنیدید رئیس جان؟ آره شنیدم بله یا
یه 500 کیلومتر رو دارن تا به مشهد برسن. مراقبشون باش، باید زیر نظر داشته باشیشون. چشم چشم، حتما حتما. باشی باد نزن برشته شد دیگه، کافیه. آبا برای من اگست ها دارم باد میزنم. یکی الان جوجه باد بزنید، تقصیر توه دیگه. باشم های آشخالو به دیگه بکنم این جوجه میاره آدم. من چرا تیزرشو گردانه من میندازی، تقصیر مامانه برای شما شما زباله رو باشه بخل جوجه. ای برای چی تقصیر من میندازی؟ بعد دقت میکردی خب مادر تو. من اصلا کار سوار ماشین شدم گفتم یه بود گندی داره میاد. بفرمایید بفرمایید. بفهمین. سلام جام سنگو. سلام سلام. فردی بودی از داخل ماشین کریم هاونی بوده، بچه ها ردش گرفتن، جاده مشهد در حرکت. خوبه، همین الان با بچه های مواد مخدر مشهد هماهنگ کن، خودت هم آماده شو بریم فرودگاه. باشه. الو سلام جام سنگو. عزیزا دلبرا جانا نگارا، فراغت میکند دیوان ما را، نشانی رد پایی گوش چشم، به خانه راه گنگشت با گنگشت بارا. به درد غربتم عمری گرفتم، خودم اینجا دلم در خونه یا خدا بندا بگو آخر چگونه بسازم با غم یار و غم یار و غم سفر کن در جاده های عاشقی، با من خطر عزیزم، با من خطر کن، از دوری و دیری به تنگ اومد دل ای جان، فکر فراغ و تاباد از سر بدر کلکه از سر بدر کن. خدا اینجا دلم در پیش دلدار، خدایا این سفر کی می‌رسد، خدایا کن سفر آسون برایم، که بینم با دیگر رو یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن در جاده های عاشقی، با من خطر عزیزم، با من خطر کن، از دوری و دیری به تنگ اومد دل ای جان، فکر فراغ و تابد از سر بدر کلکم از سر بدر.